سلام، خیلی خیلی خوش اومدیم به قسمت دوم از برنامه فان 360. کی فکرشو میکرد برنامه فان به قسمت دوم برسه؟ تقریبا هیچ کس. تو هفته ای که گذشت فوتبال ملی الحمدلله تموم شد دیگه. نظارت کنفدراسیون فوتبال آسیا و AFC و فیفا و همه چی رو فوتبالمون برداشتی شد، خودمون موندیم و لیگمون دیگه. هر چی از همینجا چال میشه از مرزا فراتر نمیره ایشالله. یه تشکر ویژه میکنم از هوادارای عزیز استقلال که میدونن که ما اگر شوخی میکنیم فقط قصدمون شوخیه. خیلی حمایت کردن از ما، دمتون گرم واقعا، و گفته بودن که چرا فقط با استقلال شوخی میکنید. بعضیاشون، ما اینجا با همه تیم‌ها شوخی میکنیم، سپاهان، زبان، پرسپولیس، با هر تیمی، نه فقط استقلال. صمد مرفاوی توی برنامه تلویزیونی گفته که ضمن حمایت از جواد نکونا گفته که منم شرایط سختی داشتم تو این تیم زمانی که اونجا بودم. موافقم که آقای نکونام باشه کار خودش انجام، چون خودم هم مربیم و این شرایط رو من تجربه کردم. اصلا من یه شرایطی رو تجربه کردم که اصلا آقای نکونام تجربه را کرده. شما داشتید قهرمان ولی میگه شده. ولی آقای نکونام میگه بله الان هیچ وقت چنین شرایطی، نه خیر، من مدیر عامل نداشتم، من هیئت مدیره نمیتونست تصمیم بگیره، من لیست آسیا رو نفرستادم. دید مثلا به یه نفر میگه که حاجی من دیشب خیلی کم خوابیدم، میگه بابا تو که خوبی، من اصلا نخوابیدم. میگه مثلا دستم درد میکنه، میگه بابا تو که خوبی، من اصلا کرف ندارم. اینم هم همون جوریه دقیقا، با همون الگو آقای مرفاوی گفته که من درک میکنم شرایط سخت آقای نکونام رو، ولی مثلا میگه مدیر عامل از من حمایت نکرده. زمان ما اصلا مدیر عامل نبود، گفته برام بازیکن نمیگیرن، زمان ما اصلا بازیکن نبود، گفته پشتم خالی بوده، ما اصلا پشت نداشتیم. یعنی درسته که ما میخوایم حمایت کنیم از شما آقای نکونام، ولی خدای نکرده شرایط بعد ما رو کوچیک جلوه نده. اون موقع ما شرایطمون بد بود، دیپلم اون موقع، ما اون موقع شرایطمون بد بود، الان که دیگه اوکیه به نظرم. مدیر عامل شرکت توسعه و تجهیز اومدن گفتن که اگر همه چیز خوب پیش بره نوروز 405 ورزشگاه آزادی آماده است. من خودم 31 سال خورده‌ای از خدا عمر گرفتم، تا حالا نشده همه چیز خوب پیش بره. نه که بد پیش بره، حالا بالا پایین نشه، ولی اینکه همه چیز خوب پیش بره اصلا ندارده. و اینو داشتم با خودم تجزیه تحلیل می‌کردم که وزیر ورزش دولت جدید اومد گفتش که پاییز 403 ورزشگاه آزادی آماده است. نمیدونم چقدر قراره همه چیز خوب پیش بره، ولی چیزی که میدونم اینه که هفته دیگه پاییز شروع شده. این قطار پیشرفت با چه سرعتی قراره برسونه ورزشگاه آزادی رو نمیدونم واقعا، ولی امیدوارم که زودتر برسه. سلام قربان، عرض ادب. چطوری؟ ارادتمندم. خوب این شما بفرمایید، خودتون پذیرایی کنید. میگم که هیئت دولت جا افتاد و پذیرایی هم شروع شد. بله خاویاره، بفرمایید. میدونید که چرا اسمش خاویار؟ خیر. ببینید اون یار آخرش در واقع باره. آها اولش چیه؟ حالا بعدن راجبش صحبت کنیم. ما الان ببین این نوری که اینجا هست، این رایانه‌ای که جلوی شما قرار داره، این نخ لباس ما هم بیت الماله، فقط برای خدمت به خلق. اون مسائل بعدن. پس خب من یه نکته خدمتتون عرض کنم، ما برای میزبانی جام باشگاه‌های آسیا زمین نداریم. شما برای میزبانی جام ملت‌های آسیا درخواست میزبانی رو به AFC بفرستید. قربان، ما برای بازی خودمون هم زمین نداریم. عزیز من، اونها که نمی‌دونن که ما پارو پس بکشی میزبانی های لیگ خودمون، بازی های ملی خودمون، لیگ آزادگان رو هم از ما میگیرن، ولی اونا خبر ندارن. ما پارو فراتر میذاریم، میزبانی آسیا رو میخوایم، لیگ خودمون برامون میمونه میزبانیش. قربان، آخه ما سال هاست یه تورنمنت چهار جانبه رو نتونستیم میزبانی کنیم. این حرف دهنتون، حتی در خلوت دیگه به این فکر نکن، خواهش میکنم. نخواستیم نه که نتوانستیم. البته یه نکته ای عرض کنم، ما یه زمین داریم، زمین سالم در استان خراسان رضوی. بله مشهد. بله، بهش فکر نکن خیلی. چه؟ اون یک ورزشگاه سالم بمونه. ببین ما الان اونجا بازی برگزار بشه گولا گولا میریزن اونجا، اولین کاری که میکنن آبخوری ها رو خراب میکنن، بعد چمن خراب میشه، استادیوم ناقص میشه. اصلا ما حتی بازی‌های تیم‌های خود استان خراسان شمالی، جنوبی و رضوی رو هم می‌خوایم بیاریم استان قزوین، استان زیبای قزوین. اون ورزشگاه بمونه به یادگار، باقیات و صالحات ما باشه. پس فردا بگن در این مدیریت اینها که ما هم حالا جزئی ازشیم، یک ورزشگاه به یادگار موند،
یک حسینی روحت شادی به ما برسه. واقعا کیف میکنم قربون، شما چقدر خردمندی. تو الان کجا داری میبینی؟ من نوک دماغو. من تا زوریخ دارم میبینم. زوریخ؟ من چشامو ببندم اینفانتینو رو میتونم تصور کنم. اونجا رو دارم میبینم. قربون واقعا منو ببخشید. من نباید یک لحظه حتی به شما شک میکردم. پس من درخواست میزبانی جام ملت‌های آسیا رو بدم. درخواست میزبانی جام جهانی رو هم بده. در دو گروه مردان و زنان. قربان جام جهانی زنان خیلی سخته. ما چطور از کمک داور ویدیویی خانم استفاده کردیم؟ می‌خواستیم استفاده کنیم. چطور می‌خواستیم استفاده کنیم؟ در اتاق بار. فوتبالیست‌های خانم رو هم می‌فرستیم داخل اتاق بار. درخواست المپیک رو هم بده. المپیک دیگه شرایطش خیلی خاص و ویژه است. شرایط ما هم داره تغییر میکنه. شرایط ما هم تغییر کرده. همین هفته گذشته در شهر یزد، شهر قنات قنوت، آقای نصرالله شروع کرد به خوندن آهنگ یک حلقه طلایی. آهنگ شادیه. ما هم که با نشاط مردم مخالف نیستیم که. مردم همه خوشحال بودن میخوندن. ما المپیک رو هم برگزار میکنیم. برای افتتاحیش آقای شمائی رو میاریم. اما اصلا بله، مشکلات اوقاف هم داره، بیاد هم اون مسئلهش انشالله حل بشه به نحو احسن. هم المپیک رو افتتاحیش رو بخونن. برای اختتامی خانم هایده میذاریم. شما تصور کن روزای روشن خدا حافظ، مشعلا دونه به دونه داره خاموش میشه. خدا حافظ، خدا حافظ، روزای خوبت بگو کجا. این حرف دهنه هایده نیست. روزای خوب کجا رفت؟ همین جاست. بله. روزهای خوب همین روزهاییست که داریم. شما چشتو گیبندی متاسفانه بعضا حرکاتی انجام میدی که در شأن نیست. اصخایی میکنم زنده باشه. قربان نمیشه سیاوش هم بیاریم؟ سیاوشه؟ قمشی. سیاوشه چه قمشی؟ ببینید ما عزیزان، ما که آغوشمون باز هست برای خوانندگان، ولی یک مقدار از جانب اونا هم باید این تمایل به برگشت باشه. آقای نصرالله برای چی دارن میخونن آهنگ یک حلقه طلاییشون رو؟ چرا؟ چرا؟ چون خودشون میگن دلم میخواد به اصفهان برگردم. یا خواننده عزیز دیگری میگه دلم دیار غربت قبله سجودم آلمان، ایران. ایران. اینا ولی آقای قمیشی بیاد برای افتتاحیه یهو تو افتتاحیه میگه مثلا افتتاحیه مراسم خراب میشه. همونایی که عرض کردم، ما که با شادی و نشاط مردم که مخالف هستیم. پس من درخواست رو بفرستم. قربان این تورنمنت ها رو کجا میخواییم میزبانی کنیم؟ المپیک فولادشهر، پارا المپیک قلعه حسن خان. قلعه حسن خان؟ بله. این گوش نمیدیم، من میگم خانم هایده کار رو در میاره. خدا حافظ. اینا چیه اون موقع؟ اینا مشعله دیگه، داره خاموش میشه. اعتماد کن به من، این قطار پیشرفت تازه به حرکت داره. قربان تازه حرکت کرده، اینقدر سرعتش بالاست؟ ما به احترام مردم یه مقدار آروم داریم میریم. مردم جانمونن. این قطار سریع، تمیز. پس من درخواستا رو بفرستم. ممنونم. جلسه تمومه؟ بله. مرسی از شما. خیلی ممنون. خراب که نکردم. جواد نکونام بعد از اینکه شایعات اخراجش اومد و مذاکره با فرهاد مجیدی مربی بلغار و و و دست به افشاگری زد. افشاگری پشت افشاگری، یعنی اینجوری بود که میتونست یه پیج بزنه به عنوان اولین بلاگر حوزه افشاگری فعالیت کنه که دیگه متوقفش کردن، جلوشو گرفتن، گفتن آقا جواد چی میخوای؟ سرمربیگری استقلال رو میخوای؟ بفرمون این کارا چیه؟ اینکه اونو دلال و هول و اینا رو اصلا گفتن نداره. سرمربیگری تیم ملی رو میخوای با آقای قرنوی صحبت کنیم؟ بری جاش. ریاست جمهوری میخوای با آقای پزشکیان صحبت کنیم؟ بری جاش. ایشون که دیدی اصلا چقدر بی‌رغبته به ریاست جمهوری. سرمربی استقلال تا هر موقع میخوای اصلا موروثیش کن، بعدش پسرت بذار جاش، فقط دیگه اینقدر افشاگری نکن. بعد از این فشارهای جواد نکونام و خب هوادارا به باشگاه، مدیریت باشگاه استقلال یه تصمیم بی سابقه گرفت در فوتبال ایران. البته در فوتبال ایران کم سابقه است، ولی در فوتبال جهان بی سابقه است. اینجوری بود که نشستن چیکار کنیم چیکار نکنیم. از مهداد محمدی برای بار چهارم رونمایی کردن. نمیدونم مهداد محمدی چند تا بازی برای استقلال کرده، ولی چهار بار ازش رونمایی شده تو یک سال. و در اقدام بعدی که هوادارا راضی بشن، از ایمان سلیمی هم دوباره رونمایی کردن. یعنی استقلالی‌ها یه ذره هوادارا بیشتر فشار بیارن، مدیریت میره دوباره از اول از دروازه‌بان یه دور همه رو دوباره رونمایی می‌کنه.
اما لابلای این خبرهای بد و ناراحتی هواداران استقلال، یه خبری هم خیلی خوشحالشون کرده بود در فضای مجازی حداقل. سعید مهری جدیدترین یاغی فوتبال کشور شد. تیتر روزنامه‌های کشور عزیز چهارفصله. ببینید، کلمه یاغی زمانی ترس مینداخت به جون همه. مثلا یاغی چیکار می‌کرد؟ میرفت کاروانو لخ می‌کرد. بارشون رو می‌دزدید. ما که تایید نمی‌کنیم، ولی میگم یاغی همچین چیزی بود. یاغی یعنی کسی که میدونست تو اولین بازی جلوی هوادارهای سابق کله خود به سمتش پرت میکنن. یاغی یعنی لوئیس فیگو. یاغی یعنی تو فوتبال خودمون علی انصاریان. یاغی یعنی مهدی هاشمی نسب. یاغی یعنی احمد ثابت زاده. دیگه اینکه یه نفر مثلا 60 میلیارد به 40 میلیارد ترجیح میده که نشد یاغی، که دیگه عقل سلیم میگه 60 بزرگتر از 40. اون ماهیه داره میره 60 رو بخوره، 40 کوچیکتره. 20 میلیارد بیشتر میدن دیگه، یاغ چه قیه آخه اصلا. که همه واسه ما یاغی شدن. واقعا توی فوتبال توتالیتر کلمات از معنا توهی میشن. خب اینم قرارداد فصل جدید به مبلغ 40 موک امضا رو بکنیم و 40 بکنیم و تموم شه. من گفته بودم خونم آبیه دیگه. خونه من که اصلا آبیه، بارها تو تصادفات اصلا داستان شده این قضیه خونه آبی. بعد دیگه اگه اجازه بدید من چشم بسته امضا کنم به عشق این دوتا ستاره که با دنیا عوضش نمی‌کنم. من چشمو ببندم که نشون بدم هیچ چیز دیگه جلو داره من نمیاد. 41 میلیارد موک. ببخشید من اصلا این آبیو بذارید کنار، چشم من رو اذیت میکنه. هنوز تنم مونده این عشق پلیس. این یه ستاره رو من با چی عوض کنم؟ موک دیگه. موک من یاغیگری هم مک مک. خودکار نه، خودکار من همیشه خودکار آبی همراه هم هست چند تا. ببین فقط آبیه، یه دونه غلطی توش نیست. چرا؟ چون آبی غلط نمی نویسه. مک. عشق پلیس. مک. من از بچگی طرفدار پرسپولیسم. یه سری عکس‌ها پخش شده نوزادی اون پدرم هستن که طرفدار استقلال بودن. من پرسپولیسم. استامپ آبی باشه من امضا نمی‌کنم. الو شست مک. یه لحظه گوشی. جونم عشقبر خرم‌آباد، با افتخار عشقبریم، با افتخار اولین عشقبریم. بله آره، تیمای تهرانی ان شاءالله قهرمانیم امسال. بله ما اصلا جدمون لور بود، عکساش هست با لباس خیبر. بله بله یه لحظه پشت خطی دارم. الو 90 مک. یه لحظه گوشی. شما چقدر در میارید که 90 میخواید بدید به من؟ آها اون هوادار مظلوممون چی شد؟ 10 سالش تموم شد یا نه؟ خب الحمدلله الحمدلله. من دیگه کم کم راه بیفتم، من ناهار و قم میخورم میام. آره قربونت، آره قربونت، با سپاهانیم و حالا حالا قهرمانیم. آره حفظم اینا رو. آره این قرب... نه اینا رو قبل مونده روم، میدونی قرارداد داشتم. آقا ما ناهار و عوارضی قم خوریم، شام همین جمع زاینده رود پر آب. پر آب باشید همیشه، پر آب باشه کارخونه، پر برکت. 90 تا فقط واسه من. 913 درسته. با من اومدم، من اومدم، اومدم. خدا نگهدار. توی هفته‌ای که گذشت ما امارات رو یه بار دیگه بردیم، یعنی راحت ترین حریفمونه. هر موقع اومده تقریبا بردیمش و بعد بازی هم امیر قرنایی مصاحبه کرد، گفتش که امیدوارم تا یک ماه دیگه جهان بخش، قدوس و عزت اللهی به فرم ایدئال برسن. فرم ایدئال یعنی چی؟ یعنی حداقل تیم پیدا کنن توش بازی کنن. انقدر اینا خوبن که میان تیم ملی میدرخشن، ولی یه تیم هم داشته باشن حالا کنارش آب باریکی باشه، میدونی بس بیمه و مزایاش. یعنی اگه تیم ملی همیشه هست. یه مصاحبه دیگه هم بی ربط به این بازی کردن آقای قلعه‌نویی. اومدن گفتن که به نظرم هم حرفشون خیلی درست بود، گفتن که آقای خداداد عزیزی چیزی هست به ما نمیگی؟ اگه چیزی هست بیا بگو دیگه. حالا بعد موقع هم هست این مقدار، ولی واقعا هم اگه چیزی هست بگی تموشه بره. هی این برتی که اون برتی که. اینم مصاحبه آقای قلعه‌نویی بعد از بازی ایران و امارات. ایران امارات، این بازی تو دبی برگزار می‌شد. آف کورس که چمنش خوب بود.
زمین رو ببین تو رو خدا، آدم کیف میکنه اصلا. برخلاف زمین ما که هر تیکش رو یکی آورده بود، اینو معلومه همش رو یکی داده، گفته آقا مثلا چمنش با من. نیمه اول همه پاسا درست بود، دیگه دروغ که نداریم بگیم، تا اینکه یه بازیکن تصمیم میگرفت رو به جلو پاس بده، تا اینکه توی وقت‌های اضافه نیمه اول مهدی قائدی توپ رو وای کرد و توپو به تور دروازه امارات چسبوند. مهدی قائدی که بازیکن‌های امارات برای مهار کردنش هر کاری کردن، به معنی واقعی کلمه هر کاری. هر کاری واقعا. توقع ما هم همینه، یعنی لباس تیم ملی رو که تن میکنن بازیکن ها، ما توقع همچین تعصبی رو داریم، مخصوصا شماره 10 که تن علی دعایی بوده، این بنده خدا از تحالش میگذشت بازی میکرد. دمش کم، مهدی قائدی هم از زندگیش گذشت واقعا، ولی توپو نداد. یه اعتراضی هم بینندگان تلویزیونی داشتن به صدا و سیما که آقا این تبلیغات چیه، هی میبرین میارین، ما اصلا حواسمون پرت میشه، نمیتونیم بازی رو ببینیم. اینا هم گفتن چش مردم، ولی نعمت به ما، هر چی که مردم بگن. یه تبلیغ گذاشتن بمونه اونجا، گفتن اینو هی نبرید بیارید، تا آخر بود. یعنی قبلا فقط وسط زمین بود، الان مثلا گوشه های زمینم بود، یه حرفی از این میدیدی و تا آخر بود. یعنی نیمه دوم بازیکن‌ها اومدن روی اون تبلیغ بازی شروع کردن، دیگه ثابت شده بود، یعنی خاموش کردیم برنامه وسط تلویزیون اون مونده بود. بعد به نظر شما خود اون عزیزانی که اون ورزشگاه رو به اون خوبی با اون چمن خوب ساختن، یا حالا لیگای مطرح‌تر، لالیگا، لیگ جزیره و اینا، به عقل خودشون نرسیده که مثلا آقا ما هم همچین کاری بکنیم؟ تو یه کشوری تو خاورمیانه دارن خوب پول در میارن، ما هم بیا. حتما یه رومخی برای تماشاچیا داره که این کارو نمیکنن. اگه شما هم این کارو انجام ندید ممنون میشیم دیگه. 90 دقیقه فقط به کسیرش ببینیم، تبلیغو به کسیرش با هم نبینیم، مرسی. یه صحنه عجیبی هم توی نیمه دوم تو محوطه جریمه ما پیش اومد که اماراتیا داشتن حمله میکردن تو محوطه ما، صالح هرانی دستشو گرفت پشت. این حرکت مدافعان روز دنیا هم انجام میدن. این دلیلش چیه که پنالتی ندن؟ ولی صالح هردانی در حرکتی عجیب که ما رو غافلگیر کرد چرخید، یعنی هم دست رو داد پشت هم چرخید. این مثل اینه که وایسی دست رو بگیر جلوت، یعنی منفی در منفی مثبت، یا نباید به چرخی، یا اگه میچرخی دستت پشت باشه که خب دستت رو به اون بره، که حالا پنالتی نشد خداشکر، ولی میگم یه مقدار تو کارهای دفاعی بیشتر دقت کنید. اواخر بازی هم متاسفانه داشت تمام زحماتمون هدر میرفت و یه پنالتی برای امارات گرفتن که خدا رو شکر رفت وار و پنالتی رد شد. وار اونا واقعی بود. به این میگم به یارا. واقعا هم وار به این میگم. ببین اگه لیگ ما بود همین صحنه میرفت وار و داورم میرفت جلوی مانیتور وار، ولی چیزی نداشتن که بهش نشون بدن. یعنی فقط شرمندگیشون واسه مسئولینی که وار رو آورده بودن. یعنی بعضی وقتا تصاویر جوریه شما با گوگل ارث زوم کنی روی زمین احتمال اینکه بفهمی چی شده بیشتره. مثلا داور میره بنده خدا، حالا نمیخواد خیلی هم روی ادارو زمین بندازه، فقط یه چیزی نگاه میکنه میاد تصمیم رندوم میگیره. با اواخر بازی هم متاسفانه شاهد هستید دیگه، اصلا یه صحنه هایی بود که برای من به شخصه به عنوان ایرانی خیلی عجیب بود. بطری داشتن پر میاد هم زمین، عجیبه. طرفداری اماراتی هم دارن اینجا یه سری وسایلی که آورن تو ورزشگاه به داخل زمین میندازن. واقعا هم ما عادت نداریم به همچین صحنه هایی. اصلا ما چجوری داریم این صحنه ها رو نگاه میکنیم و هنوز زنده ایم. این بازی هم تموم شد یه یکیش دیگه و فقط به خاطر گل زده بیشتر، حتی تفاضل هم نه، دوم جدولیم، ولی مسیر صعود هموار خدا رو شکر و امیدوارم که خیلی راحت به جام جهانی صعود کنیم. ایشالله همین جام فانلایت بعدی یا آسیاس یا لیگ خودمون. این لیگ خودمون نمیدونم چی داره، هنوز قسمت نشده یه فانلایت ازش بریم اصل جنسه، یعنی فانلایت لیگ خودمون نگم براتون. یک رسانه عربستانی، خواهش میکنم این خبر رو با دقت بیشتری گوش بدید، یک رسانه عربستانی اومده گفته که برای حفظ آبروی خاورمیانه میخوایم یه ورزشگاه رایگان تو ایران بسازیم. هر کی نسازه آقا، هر سری بیا بساز دیگه. نه آخه ببین، یه چیزی میگی نمیگنجه. خاورمیانه کی تا الان صاحب آبرو شده؟ خاورمیانه
والا شما سرچ کنی یه آسمون کلیر میاد، یه نفت و اینا میاد، رقص جنگ و اینا بوده. کیت حالا آبرومند، آقا بیا بساز، بیا بساز، به حرف نزدیم، فقط لب و دهنید، فقط لب، آقا بیا بساز، بیا یه زمینش با من هستن، بیا بساز دیگه. وقتی حرفی میزنی آخه میدونی برگشت میگی مثلا آبروی خاورمیانه، کیت حالا آبرومند شده خاورمیانه، نکنه ما تو سوئیسیم. اگرم فقط به حرفه که بیاید ما هم یه خلیج برای شما بسازیم که اینقدر چشتون به خلیج ما نباشه، نه دیگه، ما هم یه رسانه ایرانی برید خبرش رو پخش کنید که گفتن میخوام مثلا یه چیزی میگه که نمیگنجه، من اصلا یه خبر رفته رو مخم. تازه من یکی از میانه روهای ایرانی هم، ما موجی داریم که بیاد بگیم مثلا اخبار عربستان رو تو هواشناسی پخش نکنیم، ما هم چه آدمای تندروی هم داریم، به خوب کسی خوردید، ولی دیگه از یا بیاید بسازید، ما اوکی هم با این قضیه، بیاید بسازید. به خدا دوشنبه بازی داریم، امروز شنبه است، دو روزه اگه میسازی با کانی با هر چی بیاید بسازید. فقط تو بازی این هفته سپاهان و ملوان یکی از هوادارهای سپاهان که همین 4 ماه پیش 10 سال محروم شده بود تو ورزشگاه حضور داشت. و چرا محروم شده بود؟ چون به بانوان توهین کرده بود. کیا حضور نداشتن تو این بازی؟ بانوان. شما همین خبر اگه تونستی به یه خارجی اصلا توضیح بده که چی شده، یعنی یه نفر به خانوما توهین کرده تو بازی بعدیش، این خودش 10 سال محروم بوده، خانوما نبودن، این بوده. بعد سیبیلایی داره که تو اصفهان تکه، بعد حتی برای حفظ ظاهر مثلا یه ذره این دسته سیبیلا رو کم نکرده، بگیم آقا یه تغییر چهره ای داده مثلا رفته، یعنی همون بند، یعنی نمیدونم واقعا اصلا چه جوری می‌خواستن جلوی اینو بگیرن. حالا خیلی به ما پیامک دادن، کامنت گذاشتن در جاهای مختلف که فدراسیون چی کار کرد. فدراسیون مثل همیشه بهترین تصمیم رو گرفت، کلن سپاهانی ها رو از بازی های که میزبانن محروم کرد همشون، یعنی کاری که ارتش ممکن بود بکنه، تشویق برای یکی، تنبیه برای همه، همه رو محروم کرد. این حکم از روزی که اومد معلوم بود خیلی قابلیت اجرایی نداره در فوتبال کشور ما. یک نفر محروم در استادیوم هایی که بلیت فروشیش درست نیست، جای کسی مشخص نیست، الکترونیکی نیست، اصلا معلوم نیست کی کجا نشسته، یکی از روی ورزشگاه میره، یکی از زیر میره، یکی نمیدونم از رو رفته بین دو نیمه میاد پایین پیش دوستاش، اینو میگیرن و اینا، عین مورچه هایی که چیز تشکیل میدن یکی میاد پایین. چی جوری میخواستید اصلا این راه ندید که حالا اصلا کلا حالا یه دست سپاهانو محروم کردن. اینم از قسمت دوم فان 360. خیلی 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 ممنونم که همراه ما هستید در یوتیوب، در اپلیکیشن 360 و در سایت 360 ما رو میبینید، برای ما کامنت میذارید و ممنون که درک میکنید ما اگر شوخی میکنیم، حرفی میزنیم، واقعا در جهت اطلاع فوتبال کشورم که نیست، اونو که خودم قبول داریم، ولی واقعا برای شوخیه، یعنی این که آقا این فقط با این شخص، فقط با این تیم، فقط با این مدیر نیست، با هر کسی ما میتونیم شوخی کنیم. اصلا این هفته دنبال خبر پرسپولیس بودیم که این تعدیل چه، هیچی پیدا نکردیم بجز تیپ آقای افشین پیروانی تو عروسی مرتضی پور علی گنجی. بعد نشستیم گفتیم آقا چی بگیم که از این عکس بامزه تر باشه، به چیزی نرسیدیم. ممنون، خدا نگهدار.